تهمینه صادقی هست. بفرمایید تهمینه صادقی، میکروفون با شماست، 2 دقیقه. با سلام و درود به شما کارگران نفت، و من دوست دارم اینجا به نوبه خودم به تمامی مردم ایران آزادی توماج صالحی رو تبریک بگم. خبر خوبی که دیروز واقعا من یکی رو که خیلی شاد کرد. من باید بگم عزیزان، امروز شرایطی که شما قرار دارید بسیار با 30 سال پیش و 40 سال پیش متفاوته. من یکی از کارگران شهر صنعتی قزوین بودم و یادم میاد که زمانی که اعتصاب داشتیم، کارگر بغلیمون، کارخونه بغلیمون متوجه نمیشد که ما تو اعتصاب هستیم. ولی امروز خوشبختانه به یمن مدیای اجتماعی، به یمن وجود سازمان هایی مثل فریدم ناو که صدای شما کارگران رو به جهانیان میرسونه، به یمن فعالین این حزب، شما کارگران صدایتون نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از نقاط مختلف جهان به گوش همقطارانتون میرسه. به طور مثال در ونکوور همین امسال کانادین لیبر کانگرس که بیش از 3.5 میلیون عضو داره، قطعنامه ای رو در حمایت از شما کارگران تصویب کرد. و همینجور امسال QP National که اتحادیه خدمات اجتماعی که بیش از 740 هزار عضو داره، قطعنامه ای رو از شما کارگران در پشتیبانی از شما کارگران تصویب کرد. و همچنین QPBC که در سطح استان ما بیش از 100 هزار عضو داره، قطعنامه ای رو تصویب کرد. میخوام بگم حتی اگر اتحادیه‌هایی برای حمایت از شما قطعنامه ندن، ولی در جریان مبارزات و اعتراضات شما هستن. به یمن گفتم فعالیت هایی که فریدم نا انجام میده و این اطلاع رسانی هایی که میکنه در رابطه با اعتراضات شما. ازتون خواهش میکنم، همونطور که دفعه قبل هم گفتم، خبر اعتصاباتتون رو برای همقطارانتون تو اقصا نقاط دنیا بفرستید. حتی در حد یک اطلاع رسانی هم باشه، جایی اگر قرار باشه قطعنامه‌ای در حمایت از شما بدن، این کار امثال ما رو خیلی راحت تر میکنه، چرا که در جریان اعتراضات شما خواهند بود و به طور مستقیم به اصطلاح در ارتباط با شما خواهند بود و خیلی راحت این باعث میشه که دست و بال فعالینی مثل ما رو باز بکنه تا بتونیم قطعنامه‌های حمایتی از شما بگیریم. به امید پیروزی. با امید پیروزی. ممنون از همه شما عزیزان. ادامه میدیم. عباس ماندگار نوبت بعدی هست. بفرمایید عباس ماندگار، 2 دقیقه میکروفون با شماست. خیلی ممنونم شیرین شمس عزیز. درود میفرستم به شما حاضرین، درود میفرستم به طبقه، به پاخواسته کارگر در ایران و به ویژه کارگرای نفت. خوشبختانه امروز صدای کارگران نفت، معلمین، پرستاران و بخش‌های مختلف، کارگران فولاد، پتروشیمیا، داره به گوش جهانیان میرسه. من خوشحالم، خوشبختم که به اطلاع کارگران در ایران برسونم که یه تیم ورزیده‌ای از فعالین کارگری که عضو حزب کمونیست کارگری ایران هستند و در چارچوب نهادهای مختلف مورد حمایت حزب فعالیت میکنند و صدای اعتراض شما رو به طور منظم در اتحادیه‌های کارگری، در جنبش اعتراضی موجود در کانادا میرسونن. و حتما شاهد بودید همیشه نامه‌های حمایتی و همه رقم پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران، جنبش شما، مبارزات شما در اینجا صورت گرفته و اون این بخشش به عهده ما. بخشی که واقعا انتظار من هست، امید من هست از شما اینه که با بخش‌های مختلف به پاخواسته در خود جامعه مرتبط بشیم. این درد مشترک همه ماست و واقعیتش اینه که راه حل مشترک هم داره. تنها جدا جدا این درد مشترک دوا نمیشه و من خیلی خیلی امیدوارم و تشویق میکنم که فعالین کارگری با فعالین بخش‌های مختلف
دیگه جنبش اعتراضی در ایران متصل بشیم، داخل و خارج به هم وصلیم، شما اون رو متحد و متشکل بکنید، ما هم این طرف رو، که با هم بتونیم به این نکبت اسلامی پایان بدیم و به یه زندگی که در خور شأن شما و بشر امروزه دست پیدا بکنیم. این حق ماست، ما سازندگان همه چیز در جامعه هستیم، بدون ما خدمات تولید صورت نمیگیره، ما داریم دنیا رو میچرخونیم. چرا نباید حق داشته باشیم که از یه زندگی انسانی برخوردار باشیم؟ چرا نباید حق داشته باشیم که در سرنوشت خودمون، برای سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم؟ الان این شرایط موجوده، ما میتونیم این کارو بکنیم و شما همیشه میتونید روی پشتیبانی ما در حد، در محیط کار خودمون، در محیط فعالیت خودمون حساب کنید. به امید پیروزی، به امید آزادی. به امید پیروزی، به امید آزادی. ممنون از شما.